سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 21 فوریه 2012 و دوم اسفند ماه 1390. عزیزان میدونن که روزهای سه‌شنبه که از هفته گذشته دوباره آغاز شد به دلیل کمک عزیزان که علاقه داشتن که این برنامه دوباره ادامه پیدا بکنه، رفتن به ریشه هاست. منتها این به اصطلاح این سری یا این سلسله گفتارهای موجود قرار بوده راجع به اقتصاد سیاسی باشه و جلسه گذشته من عرض کردم، یعنی شنبه گذشته عرض کردم که از یکی از عزیزان یک سلسله سوالات مثلا نامه ای رسیدی که یک سلسله سوالات رو ایشون مطرح کرده که به نظر من پاسخ دادن به این سوالات بسیار پر اهمیته، در چارچوب اقتصاد سیاسی می گنجه. حالا عرض خواهم کرد که اقتصاد سیاسی به اصطلاح میدانش و یا عرصش فوق العاده گسترده است، شامل فلسفه میشه، تاریخ میشه، آنتروپولوژی میشه و و و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین در اون چارچوب میگنجه و در این حال سوالات مبرمیه به نظر من که مطرحه قبل از اینکه فرضاً من برم نظام سرمایه‌داری رو تا جایی که امکان داره و اونم فهرستوار واقعا توضیح بدم و بعد در واقع نقدش بکنیم، ببینیم خب آلترناتیو ما چیه. سوالات بسیار پر اهمیتیه که اگر ما جنبه سلبی یا نقد داریم، جنبه اثباتی یا سازندگی چه خواهد بود. یعنی فرضاً شما یه ساختمانی رو که میخواید که خراب داره خراب میشه، نشت کرده، زیرش چیز موریانه زده که به نظر من نظام سرمایه‌داری واقعا یک همچین، شما اگه میخواید خرابش بکنید که این جنبه در حقیقت سلبی یا نفیه، جنبه اثباتی و یا سازندگیش یعنی چی میخواید به جاش بذاری؟ بسیار پر اهمیته و در واقع تا اینکه آدم مطمئن نباشه که چی میخواد بسازه، نه انگیزه خراب کردن این خونه رو داره و نه شاید توانشو داره، در اینکه ابتدا هر چیزی در مغز انسان باید مقدماتش فراهم بشه، یعنی انگیزش به وجود بیاد و اون انگیزه زمانیه که شما بدونی به جای این سیستم چی میخوای بذاری، وگرنه آدم دچار فلج فکری میشه و در نتیجه تمام جنبش ها در حقیقت از بین میره، پیتر اوت، یعنی به اصطلاح فروکش میکنه، تمام میشه و اینا هارت و پورت میکنن که آره فرضاً این جنبش به اصطلاح وال استریت این در اثر یه چیزیه، یه آدم به اصطلاح حالا چی اسمشو بذارم، آقای مهدی خلج، رادیو به اصطلاح همین تلویزیون صدای امریکا باش صحبت میکرد، میگفت آره اینایی که 25 خرداد 88 اومدن یه چیز احساسی بوده، تمام شد رفت پی کارش، تمام اینایی که در مصر اومدن در میدان تحریر اینا همش یه مقدار چیزای احساسیه، هر شبت که در یمن سرکوب شد حالا انتخابات میخوان بذارن، اون یکی هم تمامه و این سیستم به خیر و خوبی همینجوری ادامه پیدا میکنه no matter what. و هر شبت که یونان هم حل کردن به اصطلاح چیز متوافق کردن، الان هم استاک مارکت لابد میره بالا، تمام است. تا زمانی که ما از آلترناتیو اطلاع به اصطلاح ندونیم که چی به جای این سیستم باید گذاشته بشه، انگیزه واقعی حرکت و جنبش هم نمیتونه به طور واقعی به وجود بیاد. باید ما بدونیم کریستال کلیر، واقعا مثل یک آب زلال ما باید بدونیم که چی میخوایم، راه رسیدن به اون آینده چیه، تا ما رو نگن دنبال یه اوتوپیا یا ناکجا آباد میگردید. بنابراین من نامه نسبتاً مفصل این عزیز رو
بند به بند میخونم، یا در واقع اولش همه رو، برای اینکه سه تا مطلب در به اصطلاح به سوالات زیر پاسخ بدید. میگه اگر فرصتی سپاسگزارم اگر فرصتی در برنامه داشته باشید و به سوالات زیر پاسخ بدید. مورد اول، سه تا مورد رو. مورد اول راجع به جایگزینه، مورد دوم راجع به حزب توده است که اونو فکر نمی کنم به اصطلاح چیز بکنیم، مورد سوم تعریف چپ بریده چیست. ولی سوالات بخش اولش و مورد اولش بسیار مهمه، ولی همه اینها رو باید حالا یک جلسه بدون تردید نخواهیم رسید. مورد اول در رابطه با سوسیالیسم قرن 21 است که گاه به گاه درباره آن در برنامه ها اشاره می شود. در این باره پرسش های زیر ذهن مرا مشغول داشته است. عزیزان، این رو میخواستم اشاره بکنم، چون ما وقت نداریم که خط ها رو باز بکنیم و عزیزان بیان روی خط، به نظر من راه صحیح و دقیقش طرح چنین سوالاتیه که من اینا رو عزیزان اگه بنویسن، نظر بدن، سوال بکنن، اونهایشون که فرضاً سوالات ارزشمند این طور هستن و یا دیدگاه های ارزشمند هستن، نه اونهایی که بعضیا تخم ناامیدی میخوان بپاشن، فقط منفی بافی میکنن، نه، اونهایی که واقعاً به درد جنبش هم کشور ما و هم در سطح جهانی میخوره، اینا رو من مطرح میکنم. بنابراین اگر سوالات از این دست باشه باید مطرح بشه. راهش اینه. در این باره پرسش ها، یک، اگر این نوع سوسیالیسم قرن 21 در آینده در کشور و یا جامعه عمل بپوشد بر اساس دیدگاه مارکس و با در نظر گرفتن آنچه که در قرن 20 در کشورهای مختلفی نظیر شوروی و چین و کوبا و اروپای شرقی شکل گرفت، چه تفاوتهایی خواهد داشت؟ یعنی تفاوت در واقع سوسیالیسم قرن 21 که فرضاً خود من بهش اشاره کردم با قرن 20 چیه؟ سوال بنیانیه، فوق‌العاده مهمه. دو، در نوع سوسیالیسم جدید یعنی مال قرن 21 چگونه میتوان از نقاط ضعف و کاستی های جوامع به اصطلاح سوسیالیستی حاکم بر کشورهای یاد شده کاست و در صورت ایدئال و تقریبا به صفر رساند. همینطور که ایشون میگه این یه چیز ایدئاله، به صفر رسوندن. منظور جلوگیری از دیکتاتوری فردی یا گروهی خاص، منظورش حزب یا یه گروه خاص، جاه طلبی ها، سودجویی شخصی و نظائر آن. چطور میتونیم جلوی اینا رو در جامعه آینده بگیریم؟ در اون چیزی که صحبتش رو میکنید، سوسیالیسم قرن 21 که خب سوسیالیسم قرن 20 عمل نکرد و حالا شما صحبت از سوسیالیسم قرن 21 میکنید، جلوی این چیزا رو چجوره میشه گرفت؟ و در برابر آن حاکمیت مردم، آزادی بیان و مطبوعات و فکر و اندیشه و نهادهای مدنی از نوع اتحادیه‌ها و سندیکاها و کانونهای صنفی و غیره رو برقرار نمود. سوالات بنیانیه. سه، آیا در جامعه سوسیالیستی حق انتخابات آزاد و واقعی، اصل تکثرگرایی از جمله اکثریت آراء مردم برای انتخاب شوندگان در نهادهایی مثل مجلس، رقابت آزاد و شرافتمندانه در انتخابات، دموکراسی، ایجاد احزاب مختلف و غیره محترم شمرده خواهد شد؟ چهار، شیوه مالکیت وسائل تولید، زمین، سهام شرکت ها چگونه خواهد بود؟ پنج، چون انسان عموماً، عزیزان به این دقت بکنن برای اینکه امروز در اساس میخوام راجع به این صحبت کنم، اینا هر کدومش یک یا چند جلسه میخواد پاسخ دادن به این سوالا، هر کدومش یک یا چند جلسه، ولی امروز من راجع به این مسئله پنج، چون انسان عموماً سودجو، حریص، سلطه‌گر و و و و میباشد، یعنی تمام این صفات، روش جلوگیری از این گونه ناهنجاری های جامعه چگونه خواهد بود؟
عزیزان دقت بکنن که میگه چون انسان عموماً اینطوره. حالا صحبتشو میکنیم که این خودش برمیگرده به طبیعت بشر که من امروز راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد، که این عزیز میگه که عموماً اینطوره، بشر اینطوره، طبیعت بشر اینطوره. شش، آیا دولت و در صورت عدم وجود دولت اداره کنندگان جامعه در صورت از دست دادن آراء مردم تغییر خواهند کرد؟ نظیر کشورهایی مثل نیکاراگوئه، ونزوئلا و غیره که در حقیقت مردم حق بازخوانی دارند، و یا مثل عرصه‌ای که اورتگا که رفت خودش کنار، به اصطلاح کنار کشید، ولی دوباره بعد از 16 سال دوباره عرصه‌ای که انتخاب شد با انتخاب مردم، منظورش اینه. و در ونزوئلا ما میدونیم تقریبا تنها کشوریه که برای رئیس جمهور حق بازخوانی وجود داره، اگه به اندازه کافی به اصطلاح پتیشن و امضا جمع بشه میتونن به اصطلاح کنارش، یعنی به اصطلاح رفراندوم بشه بعد دوباره. هفت، چگونه میتوان اکثریت قریب به اتفاق انسانهای یک جامعه رو تشویق و متقاعد کرد که سود جامعه رو بر سود شخصی مقدم بدارد؟ دوباره این برمیگرده به طبیعت انسان یا طبیعت بشر. در غیر این صورت در کلیه سازمانها و مؤسسات اداری، اقتصادی، صنعتی، معدنی، کشاورزی انگیزه محرکه لازم برای پیشرفت و افزایش کارایی و خلاقیت وجود نخواهد. حالا عزیزان دقت بکنن، اگر سود شخصی نباشه خلاقیت وجود نداره. این عزیز در واقع سوال رو اینطور، برای اینکه نوع سوالش طوریه که پاسخش تا حدی توشه، میگه که در غیر این صورت در کلیه سازمان ها مؤسسات اداری و غیره و غیره که سود جامعه رو بر سود شخصی مقدم بدارند. بله، ولی به طور ضمنی این عزیز میگه که اگر مالکیت خصوصی وجود نداشته باشه انگیزه برای کار وجود نداره، که این باز جزء طبیعت بشر میشه که باید بهش پاسخ داده بشه. هشت، بیشتر مردم فروپاشی شوروی و اردوگاه سوسیالیسم را به منزله شکست و ناکارآمدی مارکسیسم تلقی میکنند و آن را پایان یافته تلقی میکنند، یعنی دیدگاه مارکس به اصطلاح نفی شده. چگونه میتوان و با چه استدلال و منطق و روش مبارزاتی میتوان آنها رو طرفدار سوسیالیسم نمود؟ نه، آیا در جامعه مورد نظر یعنی سوسیالیسم قرن 21 خرد مالکین وجود خواهند داشت؟ نظیر مالکیتی که اخیراً در کوبا پیاده شده، از قبیل مثلا آرایشگاه ها رو گذاشتن خصوصی باشه، خرید خانه رو اخیراً، خرید و فروش خانه رو با شرط ها و شروط ها آزاد کردن، رستوران های کوچک و غیره و غیره، آیا اینا وجود خواهد داشت در سوسیالیسم قرن 21؟ ده، با مقایسه با شرایط چین که حزب کمونیست حاکم است ولی فردی با 10 میلیارد دلار ثروت قرار است به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شود، از جمله نخست وزیر حدود میلیاردره، نخست وزیر چین، عرض که و معاونش که اومد به امریکا آقای زی به اصطلاح اونم به اصطلاح میلیاردرن اینا، و یا شرکت های خصوصی با مالکیت وسایل تولید وجود دارن، عرض که و در اون جامعه آینده با سوسیالیسم قرن 20 این نوع مسائل چگونه حل و فصل خواهد شد؟ 11، جاه طلبی و قدرت طلبی رهبران جامعه، اعم از دولتی یا غیر دولتی. دوباره میره روی به حساب طبیعت بشر، جاه طلبی و عرض که من اینا رو اضافه بکنم، جاه طلبی و قدرت طلبی. بله، میتوان کنترل کرد که منجر به برقراری دیکتاتوری فردی و یا گروهی اندک نشود. 12، در مورد شکست کشور اتحاد شوروی و یا آنچرا که فروپاشی کمونیسم نام نهادن، که البته اصطلاح درستی نیست، ولی آنچرا که باعث فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی گردید، مسلما یکی از عوامل آن مشکلات اقتصادی بود. اگر منصفانه قضاوت کنیم، در سیستم شوروی با عدم مالکیت خصوصی مردم انگیزه برای کار بیشتر نداشتند. دوباره مسئله شون اینه که اگه مالکیت خصوصی وجود داشته باشه انگیزه است،
در اثر نبود به اصطلاح مالکیت خصوصی، یعنی آنچه انگیزه به وجود میاره مالکیت خصوصیه. اینا همش برمیگرده به طبیعت بشر. ولی در چین با تغییرات این با تغییر این اصل و امکان فعالیت بخش خصوصی، کشور چین به چنین پیشرفت‌های چشمگیری نائل آمده است و می‌رود که به نخستین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود. در این مورد در جامعه مورد نظر چگونه باید عمل کرد؟ 13. در پایان این که در مورد پیاده کردن یا اجرا نمودن سوسیالیسم قرن 21 چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر چه نوع اهرم‌هایی میتوان در اختیار مردم قرار داد که از دیکتاتوری، سوء استفاده های شخصی، فساد و غیره جلوگیری نمود و آنچه در تئوری مطرح و نوشته میشود قابل اجرا و کنترل باشد؟ این یک بخشه که بعدش اومد چپ بریده و غیره و غیره رو تعریفش رو میخواد که به نظر من یکی یکی اینا رو باید ما برسیم. حالا از کجا برای پاسخ دادن به این سوالات از کجا باید شروع بکنیم؟ به نظر من با خوندن این متن اول باید به این عزیز گفت که طبیعت بشر چیه. چرا از اینجا باید شروع بکنیم؟ من میخواستم از تعریف کار شروع بکنم، ولی به نظر من از طبیعت بشر باید شروع کنم. آیا ربطی به اقتصاد سیاسی داره طبیعت بشر؟ 100% کاملا. یعنی ما تا زمانی که بحث طبیعت بشر رو ندونیم نمیتونیم اصلا وارد بحث اقتصاد سیاسی بشیم. چرا؟ برای اینکه بزرگان فرزان از تاماس هابس گرفته تا عرض شود که جان لاک گرفته تا حتی خود آدم اسمیت، اینا دیگه به اصطلاح بزرگانن واقعا، روی طبیعت بشر تئوری هاشون گذاشته شده. فرزان تاماس هابس که حالا حدود یک قرن یا بیشتر قبل از آدم اسمیت بوده، بر چه پایه‌ای بحث لویتان رو باز میکنه؟ یعنی یک قدرت قاهر به اصطلاح مسلط بر جامعه. چون عقیدهش اینه که جامعه، همینطور که روز قبل عرض کردم، یعنی به اصطلاح روز شنبه، میدان جنگ همه علیه همه است و این رو جز طبیعت بشر مسلماً میدونه. به همین ترتیب اونهایی که فرزان خود آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش میگه که طبیعت بشر ترک اند بارتر، یعنی معامله است، خلاصه تجارته، به اصطلاح این جزء طبیعت بشره که به اصطلاح معامله و به اصطلاح در واقع به نوعی سودجویی داشته باشه. و به همین ترتیب جان لاک، تمام به اصطلاح بحث اینها اگر به عمق قضیه ما بریم برمیگرده به طبیعت بشر، که طبیعت بشر سودجوه، طمع‌ورزه، خودخواهه و سلطه‌گر در نتیجه و غیره و غیره. این یه نظره، این یه دیدگاهه، این یه ایدئولوژیه، این یه جهانبینیه. بدون تردید در برابرش یک دیدگاه، یک نظر، یک جهانبینی و یک ایدئولوژی وجود داره که میگه اینطور نیست. حالا باید ما به این دوتا دیدگاه محک بزنیم. برای این که دیدگاه ها باید محک بخورن. محک ما چیه؟ علمه. باید ما از طرق علمی به هر کدوم از این دیدگاه ها یا ایدئولوژی ها، برای اینکه من موافق نیستم که هر دیدگاهی یا هر ایدئولوژی آگاهی کاذبه، هر کسی مطابق با به نظر من به اصطلاح دیدگاه طبقاتیش واقعا، که این طرف یا اون طرف، طرف اقلیت یا اکثریت، طرف فئودال هاست یا طرف رعایا است، طرف بردهدار هاست یا طرف برده هاست، طرف سرمایه است یا طرف کاره. هر کدوم از اینها یه ایدئولوژی برای خودشون دارن، یه جهان بینی دارن، یه دیدگاه دارن و دنیا رو به شکلی که به اصطلاح به شکل خاص خودش میبینن. منتها باید ما به این محک بزنیم. از جمله و بسیار بسیار پر اهمیت راجب طبیعت بشر،
هر کسی یه دیدی داره. فرزند پاولوف یه دید داره، فروید یه دید دیگه داره. روانشناسی علمی پاولوف به طور به نظر من، حالا برای اینکه وارد بحث طبیعت بشر بشیم، سالهای سال پیش من راجع به این قضیه صحبت کردم. عزیزان اگر فکر میکنم حالا یا در تلویزیون رنگارنگ بوده یا کانال یک بوده که من مفصل چند جلسه راجبش صحبت کردم، بنابراین اگر بعضی از عزیزان به اون صحبت ها گوش کردن و اینا براشون تکراری میتونه باشه، عذر میخوام، ولی هیچ اشکالی نداره که بعضی از مباحث چند بار، نه تنها دو یا سه، چند بار حتی به اصلاح چیز بشه، برای اینکه دانش آدم همینجوری که و تجربه آدم که گسترش پیدا میکنه میتونه به اصلاح وجوه تازه‌ای به این بحث ها اضافه بکنه. به نظر من بحث طبیعت بشر فوق العاده پر اهمیته و اگر ما بخوایم بهش برسیم و دریچه‌ای به روی این که انسان به طور کلی داستانش چیه، آیا واقعا به طور طبیعی انسان طمع‌ورزه، سلطه‌جوه و به قول معروف خلاصه نامرده و خودخواهه و میخواد بر دیگران مسلط بشه و به اصطلاح دنبال منافع خصوصی و چیزشه؟ این بحثا که عرض میکنم بحثای فلسفی عظیمیه واقعا، که اینا فرضا ما فکر نکنیم این تازه چیز شده. ماکس شترنر که مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی بحث مفصلی راجع به ماکس شترنر داره که اون به ایگو یا به اصطلاح اون واقعا به سلطه‌جویی و خودخواهی بشر به اصطلاح چیز میکنه، تکیه میکنه و میگه نه دین به درد میخوره، نه سوسیالیسم به درد میخوره، نه خدا به درد میخوره، نه هیچی، فقط من، منیت یا ایگو، ایگو سنتریک هستش. و مارکس واقعا بهش جواب میده که به اصطلاح داستان چیه و انسان یه موجود فردی نیست و موجود اجتماعی. من میخواستم این رو به طور مثال برای عزیزان، برای اینکه کتاب ایدئولوژی آلمانی خیلی ها خسته میشن از خوندنش، یه متن 600 صفحه‌ایه، فقط 100 صفحه اولشه که هم ترجمه شده و هم روش بحث زیادی شده و اون بحثای اصلی، ولی بقیهش بحثای پیچ در پیچه، واقعا گاهی اوقات خسته کننده است. و از جمله جوابیه که عرض شد که مارکس به ماکس شترنر، ماکس شترنر کسیه که واقعا نیچه شاگردشه و کل پست مدرنیسا شاگرد نیچن. یعنی ما فکر نکنیم که پست مدرنیسا یه چیز تازه است، میر برمیگرده به همون دوران ماکس شترنر و اینا و یا قبلش، که اینا به اینا جواب داده شده و به نیچه جواب داده شده. ولی به هر حال اینا همش روی به اصطلاح خودخواهی و سلطه‌جویی بشر. مثلا میگه که ببر اگر منو پاره بکنه، چون زور داره، حق داره که منو پاره بکنه، اگر منم بتونم ببر رو پارش بکنم و با فرزند تفنگ داشته باشم بکشمش، حق با منه. یعنی حق با زوره. باید ببینیم طبیعت بشر اینجوریه. برای اینکه ما بفهمیم که موجودیت بشر، انسان چیه، باید متوسل به علم بشیم، برای اینکه ما بالاخره معیار داشته باشیم. فرزان حالا بعضیا ایمان دارن به یه چیزی و میگن که فرزان روح از یه جایی اومده، در انسان دمیده و یا مثلا آدم و حوایی بوده، از بهش رانده شده. واقعا اینا ایمان دارن و ما هیچ بحثی به اصطلاح با اینا نداریم. معیاری که ما باید دنبال بکنیم علمه. چرا؟ برای اینکه علم چیزی جز تجربه انسان نیست که باید روش عمل بشه، صحت و سقمش معین بشه و دوباره به حساب تئوری از صحت و سقمش که به حساب مشخص شد تئوریش ریخته بشه و این تئوری دوباره به حساب، و همین جوری اینو بهش میگن پراکسیس، که به حساب دائم باید از عمل به تئوری و از تئوری به عمل، همین جوری دانش انسان میره بالا به طور به اصطلاح مارپیچی واقعا. بنابراین واقعا تنها راه عاقلانه و یا منطقیه که آدم باید به برای پی بردن به طبیعت بشر هم باید به نظر من
به علوم دیرین شناسی یا پالئونتولوژی، پالئونتولوژی که دیرین شناسیه، که واقعا به طور کلی از آغاز حیات از اون سلول اولیه و بعد گیاهان و حیوانات چطور از اون اقیانوس میان بیرون و رشد میکنن همجوری تا به امروز روز، تا به اوج به اساس تکامل که مغز انسان باشه میرسه، تکامل ماده است. دیرین شناسی پالئونتولوژی باید به مردم شناسی انتروپولوژی که در حقیقت علمی است که میپردازه به جوامع انسانی. اگر بگیم اون چیزی که هومو ساپینس بهش میگیم یا انسان متفکر، اقوال مختلف هست که فرضاً 1,000,000 سال پیش اینا شروع کردن به سخن گفتن، یا بگیم 200,000 سال پیش. تفاوت به اصطلاح اقوال مختلف هست راجع به این قضیه. بگیم 200,000 سال، یعنی حد اقلش، یعنی انسان با دست بردن در طبیعت و ابزارسازی شروع میکنه اصواتی رو از خودش به اصطلاح ادا کردن و این مبنای سخن گفتن و تجرید که در حیوانات وجود نداره. مسئله تجرید یا ابستراکشن، حیوانات قدرت تجرید ندارن، قدرت تجرید یا ابستراکشن فقط در انسان ها وجود داره و پایه شعور انسان هم از همون جاست. بنابراین بگیم 200,000 سال پیش. مردم شناسی از اونجا آغاز میکنه و قبائل رو و جوامع انسانی رو از افریقا گرفته تا اروپا تا جاهای مختلف، الان به اصطلاح پالئونتولوژیست ها و مردم و انتروپولوژیست ها که میرن در جاهای مختلف جمجمه پیدا میکنن، یه تیک استخون پیدا میکنن، یه دونه لباس پیدا میکنن، یه دونه به اصطلاح خنجر پیدا میکنن. عزیزان اگه دنبال بکنن به اصطلاح اخبار رو، حتی تو نیویورک تایمز کلی به اصطلاح خبرای اینا هست که فلان انتروپولوژیست رفت در فلان جای افریقا فلان جمجمه رو، به این یه کشف بزرگ و و غیره و غیره. در واقع برای اینه که اون حلقه مفقوده داروین رو که پیدا شده، چون یکی از عزیزان از من پرسیده بود که آیا حلقه مفقوده داروین پیدا شده یا نه، پیدا شده کاملا. به اصطلاح الان تمام اینها رو که بغل هم گذاشتن در موزه ها و در به اصطلاح چیزهای انتروپولوژی مشخصه که به اصطلاح انسان و حتی در دیرین شناسی که به اصطلاح چطور انسان به انسان تبدیل میشه و چطور رشد میکنه از انسان اولیه تا به امروز. بنابراین ما باید اون رو هم علم به اصطلاح انتروپولوژی که من بعضیاشون اسم بردم، که افرادی مثل ارسوتی اون که جامعه کهن یا انشن سوسایتی رو نوشته در قرن 19 هم، که مارکس واقعا به محضی که کتاب 1860 بیرون اومد بلافاصله خوندش و نامه مفصلی داره به انگلس راجع به همون کتاب به اصطلاح جامعه کهن. ارسوت که لوئیس مورگان که به اصطلاح انتروپولوژیست معروف امریکاییه که 30 سال واقعا بین به اصطلاح قبائل امریکای شمالی کار کرده و بر پایه اون جامعه کهنش رو نوشته و بسیاری از چیزهای دانشی رو که واقعا بعدن انگلس کتاب منشأ خانواده رو می‌نویسه، بسیاری از چیزاشون رو از کتاب به اصطلاح لوئیس مورگان می‌گیرن. هم مارکس که یادداشت‌های عظیمی از اون کتاب برداشته و بعد بر پایه اون یادداشت هاست که به اصطلاح منشأ حیات رو انگلس می‌نویسه. اینا به اصطلاح باید به این انتروپولوژیست ها و جامعه شناس ها مراجعه کرد. باید ما فیزیولوژی مغز رو باید مطالعه بکنیم که اصولا قشر خاکستری مغز و هسته هایی که پایینش هستن، که چه چیزهایی ما مشترک با حیوانات داریم، با موجودات دیگه داریم، و چه چیزهایی مختص خود انسانی که در حقیقت به اصطلاح تکامل یافته ترین ماده، واقعا اوج به اصطلاح تکامل ماده، قشر خاکستری مغز و ده ها میلیارد واقعا سلول و صد ها میلیارد سینپس بین این هاست که واقعا مرکز حافظه و مرکز شعور انسانه، که تمام اونجاست. رو اینا الان به اصطلاح با چیزهای مطالعات کامپیوتری که شده
عجیب چیزهایی رو، مراکز مختلفه به اصطلاح شنوایی، بینایی، بویایی و غیره و غیره رو، مراکز حافظش رو، و اینه که به اصطلاح در این سینپس ها چی داره میگذره، چه دستگاه فوق العاده پیچیده‌ایه که من عرض کردم مثلا برای افسردگی یا به اصطلاح دیپرشن که اینا پروزک رو کشف کردن، که این همه کتاب راجع به خود دوای پروزک که دوای ضد افسردگیه، فرضاً آدم باید بره اینو مطالعه بکنه که ببینه، رفتن مطالعه کردن روی همین سیناپسا که چطور از جلوگیری کردن از بعضی مواد و یا ترکیبات و یا تشدید بعضی از این ترکیبات چطور میشه جلوی افسردگی رو گرفت. خود این چقدر پر اهمیت داره که نشون میده احساسات، عواطف و به اصطلاح چیزهای انسان چطور در خود قشر مغز میشه دستکاریش کرد، همینطور که به اصطلاح دستگاه های امنیتی برای به اصطلاح زیر سلطه کشیدن و برای شکنجه رو مغز انسان ها کار میکنن از دهه 1950. عزیزان اگر به اصطلاح کتاب نعامی کلاین رو به اصطلاح خونده باشن که به اصطلاح CIA چه استفاده هایی کرده برای تسلط بر مغز انسان، برای به اصطلاح زیر شکنجه بردن و به اصطلاح اقرار گرفتن و جاسوسی و غیره و غیره. بنابراین فیزیولوژی مغز فوق العاده در این زمینه پر اهمیت، و ما باید ببینیم که فیزیولوژی مغز چجوری، روانشناسی علمی، همینطور که بارها عرض کردم روانشناسی یکی مال فرویده به طور کلی، حالا مکاتب مختلف ولی در اساس واقعا یکی مال فرویده که بیشتر به اصطلاح چیزهای کلینیکیه، یعنی مشاهدات کلینیکیه، در حالی که روانشناسی علمی رو که پاولوف بنیادشو گذاشته و کشف انعکاسات شرطی، اینا چیزهایی که کار آزمایشگاهی و دقیق و علمیه که واقعا فقط مسئله ابزرویشن کلینیکی نیست، بلکه به اصطلاح کار روی به اصطلاح هم مغز انسانه و هم روی به اصطلاح حیواناته، و این در نتیجه پایه علمی داره، یعنی ما روانشناسی علمی رو باید مطالعه بکنیم همه اینها، و بعد حالا متوجه میشیم که واقعا اگر مسئله طبیعت انسان ارتباط با اقتصاد سیاسی پیدا میکنه، بنابراین در خود اقتصاد سیاسی ما به تمام این علوم باید لااقل آگاهی داشته باشیم. حالا همه ما که نمیتونیم بر تمام تسلط داشته باشیم، مخصوصا به اصطلاح افرادی که به اصطلاح دانشگاه دیدن یا نیستن و یا در دانشگاه یه رشته دیگه رو خوندن و غیره و غیره، ولی باید یه معلومات کلی راجع به این قضایا داشته باشیم تا بفهمیم داستان به اصطلاح طبیعت بشر چیه. حالا اگر ما مراجعه بکنیم به علم که محک ماست، مگر این که کسی بگه که علم به درد نمیخوره، باید به یه چیزی ایمان داشت، فرضاً کتاب آسمانی اینو گفته، that's it به قول معروف، پایان سخن، همه چیز توشه. ولی اگر دستاوردهای علمی چند قرن گذشته رو ما در نظر داشته باشیم و بر پایه اون عمل بکنیم و دیدگاهامون رو شکل بدیم، همینطور که عرض کردم از تمام اینها و بعدش تاریخ فوق العاده پر اهمیته. غیر از این علوم رو که اسم بردم، یعنی عزیزان دقت بکنن، اگه آدم اقتصاد سیاسی رو بخواد تسلط پیدا بکنه و باید و بدونه، نه تنها به اصطلاح مسئله این نیست که فرضاً فیزیولوژی مغز را آدم اطلاع داشته باشه، عرصبت که لااقل از دیرین شناسی تا حد زیادی، که اینا البته درس داده میشه تا حدی، مگر این کسانی که علاقه داشته باشن، البته بیش از اون چیزی که در دبیرستان و یا در دانشگاه درس میدن، خود آدم میتونه به طور خصوصی بره، به حساب به طور فردی بره و مطالعه، برای این که دانشگاه ها و سیستم آموزشی که چیزی به آدم یاد نمیدن، آدم باید خودش به حساب شخصا بره به دنبال مطالعه. ولی در این حال جامعه شناسی رو باید مطالعه بکنیم و بعد خود اقتصاد سیاسی رو. من از اینجا میخوام آغاز بکنم راجع به طبیعت بشر که بر پایه تمام اینها واقعا بشر ساخته و پرداخته چه چیزیست. سه لایه در حقیقت در طبیعت انسان ما میتونیم تشخیص بدیم یا وجود داره، که هر کدوم از این لایه ها موقعی که تکامل پیدا کرد
لایه بعدی میاد روش و لایه بعدی. یک عبارت از اون چیزی که بهش میگن انعکاسات غیر شرطی، non-conditional reflexes، non-conditional. اینا چی هم؟ باز بارها من مثال زدم. فرضاً ما ریه داریم برای تنفس، گوسفندم ریه داره، یه سوسمارم ریه داره، حتی یه کرم به نوعی، همه ما مشترکیم در این قضیه. اینا چیزاییه که طی میلیاردها سال در جانوران از پایین ترینش تا انسان رشد و تکامل پیدا کرد. دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری، قلب، دستگاه گردش خون، دستگاه تناسلی و غیره و غیره. اینا همش بنیان و پایش چیه؟ بنیان و پایش اینه که از طریق ژن‌ها به ما به ارث میرسه و این ژن‌ها یه چیز ثابت هم نیستن، برخلاف آنچه که فرضاً موقعی که واتسون و کریک در سال 1953 که جایزه نوبل رو بردن. حالا واتسون یه آدم خیلی مرتجع شده و واقعا از این حساب مؤسسه‌ای که در همین جنوب کالیفرنیا در حقیقت بیشتر تحقیقاتشون صورت گرفت تبدیل به یه آدم تقریبا نجات پرست شده و بیرونش کردن. ولی موقعی که این دو نفر واتسون و کریک در اون مقاله معروفشون که در مجله نیچر چاپ شد 1953 که در حقیقت ساختمان اتمیه، واقعا مولکول دی ان ای رو کشف کردن و از اون موقع به بعد پایه‌های بیولوژی مولکولی گذاشته شد، دانش ما راجع به این قضیه فوق العاده گسترش پیدا کرده. یعنی یکی از چیزهایی که ما باید راجع به طبیعت انسان اگه می‌خوایم بدونیم چیه، بیولوژی مولکولی بسیار پر اهمیته که بدونیم داستانش چیه و ساختمان مولکول دی ان ای و آر ان ای چیه و دی ان ای و آر ان ای چطور عمل میکنن، کارشون چیه، داستانش چیه و برای قوانین ارث چه اهمیتی دارن. که ما میدونیم یه زمانی که خود من در دانشکده پزشکی بودم به اصطلاح قوانین مندل رو به ما یاد میدادن. مندل به اصطلاح یه کشیش فکر میکنم اتریشی بود که این روی به اصطلاح لوبیا کار میکرد، لوبیای سفید و قرمز و اینا رو میکاشت، ترکیب میکرد و به اصطلاح میدید که به اصطلاح چطور اینا در حقیقت رنگ مخصوص به اصطلاح اینا چطور به ارث میرسه به نسل بعدی از لوبیاها. یعنی پشت به اصطلاح اون کلیساش رو لوبیا کار میکرد و تمام قوانین ارثی رو، ارث رو، قوانین توارث رو که اون موقع در دانشکده پزشکی به ما درس میدادن قوانین مندل بود. در واقع از دهه 1960 و 1970 من موقعی که بعدش اومدم دانشگاه کلمبیا، بعدش مسئله دی ان ای و اینا در اوج داشت، اوج میگرفت که مثلا تازه کشف شده بود 1953 همینطور که عرض کردم و بعدش بحث های عظیمی با. ولی تا الان تمام این جنتیک انجینیرینگ که الان تمام به اصطلاح چیزها رو فرضاً شرکت مونسانتو به اصطلاح اومده و چیزهای گیاهی درست کرده که میخواد انحصار تمام غذاهای دنیا رو در از جنتیک انجینیرینگ یعنی مهندسی جنتیک دارن اینا استفاده، همش در چارچوب همین مسئله دی ان ای و آر ان ای و ساختمان این. اینو ما باید بیولوژی مولکولی رو باید فرا بگیریم که ببینیم حالا چرا اهمیت داره. اهمیتش در اینه که در اثر این مطالعات متوجه شدن که انسان با پایین ترین جانوران از جمله یک کرم واقعا 90% چیزهای مشترک داره. یعنی دی ان ای و آر ان ایش مشترک با اینا و این چی نشون میده؟ نشون میده که انسان در نتیجه تکامل اینا به وجود اومده. حالا هر کی میخواد به اصطلاح قوانین داروین رو به اصطلاح
تحریم بکنه، به اصطلاح چیز بکنه، در خود دانشگاه های امریکا داره در بعضی از جاها تحریم میشه. حالا بگذاریم که به اصطلاح کلیسا اینا رو همه رو حرام به اصطلاح اعلام کرده و هر کسی راجع به داروین صحبت کنه به اصطلاح مفسد فی الارض و به اصطلاح اعدام باید گردد. ولی قضیه اینه که مسئله به اصطلاح کشف دی ان ای و آر ان ای به ما این رو نشون دادن که ما با پایین ترین جانوران و حتی گیاهان به اصطلاح ما اینا به حساب اجداد ما هستن و در نتیجه چیز مشترک دارن. حالا بنابراین البته خود این مولکول دی ان ای و آر ان ای فکر نکنیم موقعی که اینا کشف شدن اومدن در اومدن که گفتن دیگه ما ماده اصلی رو پیدا کردیم، همه چی رو از طریق ژنتیک میشه به اصطلاح اینه که یه کسی الکولیکه ژن مخصوصی داره، کسی که هم جنس گراست یه ژن مخصوصی داره، اون یکی که فلانه یه کسی که دزدی میکنه ژن دزدی دنبالش شروع کردن، بعضی از اقوام به اصطلاح عضلاتشون چیزه و بعضی از اقوام مغزشون کار میکنه، یعنی یه به اصطلاح چیز دیگه ای به اصطلاح که داشت که از جمله خود واتسون اومدن به اصطلاح نژاد پرستی به اصطلاح از این نتیجه گیری های نجات پرستانه کردن، در حالی که علم به ما میگه که خود مولکول دی ان ای و آر ان ای اینا قابل تغییرن، یعنی به اصطلاح تحت تأثیر محیط اطرافشون هستن. من خوب یادم یه زمانی که به اصطلاح بافت شناسی به اصطلاح دانشجوها درس میدادم در جزوه‌ای که براشون نوشته بودم تمام اینها رو آورده بودم که چطور خود مولکول آر ان ای و دی ان ای قابل تغییرن، بنابراین یه چیز ثابت نیستن. به همین دلیله که به مثال ما چطور مثل یه کرم که نیستیم، گرچه ما چیزهای عرصه که مشترک داریم حتی با حیوانات بسیار بسیار پایین، ولی این همین جوری تکامل پیدا کرده و تغییر پیدا کرده تا تحت تأثیر به مثال محیط اطراف تا همین جوری رسیده تا به انسان امروز. بنابراین این یک لایه است که ما تمام اعضامون رو، تمام دستگاه های بدن رو از گوارش و تنفس و کلیه و امثالهم و امثالهم اینا رو ما از طریق ژن به ارث میبریم. بنابراین این بنیاد انعکاسات غیر شرطیه، اینا شرطی نیست. ثابت ترین عرض شود که پایدارترین و قدیمی ترین چیزهایی که موجود انسانی به ارث برده در تاریخ به وجود اومدن موج، ما تاریخ انسان رو که اصلا از کجا درست شده، داستانش چیه، یک انعکاسات غیر شرطیه که برمیگرده به ژن‌ها و در واقع مولکول دی ان ای و آر ان ای، در این حال که همین مولکول های دی ان ای و آر ان ای خود قابل تغییرن. مثالهاش متعدده، واقعا اقوامی بودن که فرضاً 2000 سال پیش در خاک فلسطین بودن و بعدش بعضیاشون رفتن به افریقا، بعضیاشون به اروپا، بعضیاشون به قفقاز، بعضیاشون به ایران و غیره و غیره. الان به این اقوام اگر نگاه کنیم، اونایی که اومدن اروپا موبور و چشمابی هم، اونایی که در اتیوپی هستن موهای وزوزی دارن و پوست تیره دارن، اونایی که در ایرانن شکل ایرونیا رو دارن، اونایی که در قفقازن و یا در روسیان عرصه‌ای که شکل اونا رو دارن. بنابراین انسان‌ها این نیست که یک قوم بگیم که همه‌شون به اصطلاح یه جور میمونن، ابدا، یعنی دی ان ایشون و آر ان ایشون تغییر میکنه طی چندین و چند نسل. و یا مثال دیگه‌اش مردم ژاپن فرضاً بعد از جنگ دوم جهانی در 50-60 سال اخیر 10 سانتی به قدشون اضافه شده. مردم چین در 50 سال گذشته حدود 8 تا 10 سانتی به قدر متوسطشون، اون موقع مورچگان آبی به چینی ها میگفتن، در اثر اینکه تغذیهشون بهتر شده ژاپنیا و چینی ها قدشون هم بلندتر شده، پوستشون هم شفافتر شده. بنابراین مسئله محیط زیست و غیره و غیره تأثیر مستقیم داره، یعنی دی ان ای و آر ان ای فرضاً میگن که قد و شکل و شمایل و مو و
چیزای آدم ژنتیک و دیگه اینا چه قابل تغییر نیست. اینطور نیست، اینا هم تغییر میکنه. بنابراین گرچه این پایدارترین بخش از موجود انسانه و واقعا توسط ژن‌ها ما به اصطلاح کلیمون شکل میگیره، ریمون شکل میگیره، قلب، مغز و غیره و غیره، ولی همین طی نسل‌ها و در اثر تغییر محیط زیست تغییر میکنه، میتونه تغییر بکنه. یعنی یک ملتی در حقیقت که به فقر میشینه، مثل ملت عراق که به فقر نشوندنش، نسل‌های آیندهش هم قدشون کوتاه‌تر خواهد بود، هم پوستشون تیره‌تر خواهد بود، هم قدرت فکریشون پایین‌تر خواهد بود. و هدف اینا چیه؟ در حقیقت همینه. در حالی که کشوری که از زیر دست اینا در رفت، ژاپن، همینجوری به حساب طرف هم قدش داره بلندتر میشه، هم پوستش شفافتر میشه، هم در آینده جایزه نوبل خواهد گرفت و غیره و غیره. از دستشون در رفت. ولی مردم افریقا رو نمیذارن. منظورم اینه که انوایرمنت و مسئله به اصطلاح جامعه و تنعم یک جامعه در این حال فوق العاده پر اهمیته. این جوابی است به نجات پرست های در حقیقت فاشیست ها و نازی ها که کلی به اصطلاح اینا مطالعه در زمان هیتلر کردن، برای اینکه بگن همه چیز ژنتیکه. اگه سیاها اونجوریان به دلیل ژنتیکه، اگه سفیدا اونجوریان به دلیل ژنتیکه. اینطور نیست. اقوام دیگه میتونن اگر به اصطلاح از نظر اجتماعی و از نظر تغذیه و از نظر بهداشت و از نظر رفاه اجتماعی مثل اروپایی ها بشن، کاملا میتونن در همون سطح به اصطلاح چیز. بنابراین حتی همین ثابت ترین، قدیمی ترین و پایدارترین بخش از موجود انسان که پایش ژنتیک هست و بر پایه مولکول‌های دی ان ای و آر ان ای، با همه اینها قابل تغییره. برای اینکه خود مولکول دی ان ای و آر ان ای قابل تغییره. اینا چیزهای فوق العاده پیچیده‌ایه که در درون هسته سلول که در حقیقت دی ان ای توش هست و به اصطلاح پروتوپلاسم که به اصطلاح بیرون از هسته است، این تبادلاتی که بینشون میشه و چه چیزهایی صورت میگیره و چطور میتونه تغییر بکنه در اثر تغذیه خوب یا بد، در اثر ناآرامی و عدم امنیت و یا داشتن امنیت و رفاه، در اثر بهداشت خوب یا بهداشت بد، روی سلول اثر میذاره اینا و اینا رو میتونه تغییر بده. پس این یک بخش. بر پایه اون و در مرحله معینی از تکامل ما یک سلسله چیزهای دیگه ای داریم که بهش میگیم انعکاسات شرطی یا کندیشنال. اون انکندیشنال ریفلکس یا انعکاسات غیر شرطی بود که اینا از طریق ژن‌ها به ما به ارث میرسه. بر پایه اون و در مرحله خاصی از تکامل انعکاسات شرطی رو داریم که خود انعکاسات شرطی واقعا داستان فوق العاده پیچیده و جالبیه که به نظر من خدمتی که پاولوف در این زمینه کرده واقعا مثل اینکه اون حلقه مفقوده رو از جهت تئوری دانش و از جهت شعور انسان و تکوینش و از نظر جامعه شناسی و برمیگرده به اقتصاد سیاسی خدمت عظیمی واقعا کرده که خود انعکاسات شرطی که فرزن هر سبت که اون چیزی که فروید در اساس میشه گفت اید بهش میگه، اید بهش میگه غرائز، واقعا غرائز که انعکاسات شرطی باشن. مثال برای عزیزان بزنم که چطور فرزن یه آهو، اینو همیشه من این مثال رو میزنم چون خیلی از عزیزان ممکنه دیده باشن که این موقعی که صدای یه تیر بشنوه چطور تمام وسا گوشش رو، تمام عضلاتش واقعا و تمام غددش، تمام قلبش، همه اینها آمادگی پیدا میکنن برای فرار. اگه صدای یه تیر بشنوه گوشاش حرکت میکنن و وسا گوشاش تیز میشن و بعد یه به اصطلاح چیز خاص به خودش میگیره، وضعیت خاص به خودش میگیره، آماده فرار. و یا اگر به اصطلاح یه جانور بزرگتری مثل شیری چیزی ببینه همینطور. اینا در اثر انعکاسات شرطیه
که خود انعکاسات شرطی رو من نمیخوام واردش بشم که واقعا چطور تکوین پیدا میکنه و چطور در بویژه حیوانات که ما میدونیم حس هم شنواییشون هم بیناییشون هم بسیاری چیزاشون حتی ممکنه گفت حس ذائقهشون فوق العاده قدرتمندتر از انسانه. برای اینکه همینطور که خواهیم دید اینا برای ادامه حیاتشون و برای به حساب ادامه بقایشون به حساب سروایو یا برای ادامه بقایشون مجبورن چشماشون بهتر از انسان کار بکنه، حتی در تاریکی ببینه، گوشاشون فوق العاده باید تیز باشه برای اینکه به حساب کوچکترین صدا رو بتونن بشنون. عزیزان ببینن موقعی که زلزله قبل از اینکه بیاد چطور اسبا سم به زمین میزنن، برای اینکه صدا رو قبل از اینکه ما بشنویم اونا میشنون. به اصطلاح و یا حرکت یه قطار رو از فرسنگ ها دور اینا میتونن به اصطلاح روی ریل و اینا بفهمن که داره قطار میاد، یعنی حس شنواییشون فوق العاده قدرتمندتر از ماست. اینا همه در مجموع غرایزی به وجود میاره برای اینکه بتونن در برابر خطرات از خودشون محافظت بکنن. اینا رو بهش میگن انعکاسات شرطی که من پایه‌هاش رو عرض کردم که چطور اصولاً انعکاسات شرطی به وجود میان و اینا رو پاولوف با 30-40 سال کار روی سگ‌ها که یک قطره فرزن سرکه روی زبان عرض شد که سگ میریخ و میدید که بزاق ترشح میشه که قبلاً فکر میکردن که این در اثر فرزن غرائزه، در اثر یه چیز عجیب و غریبه، و بعد پاولوف اومد به اصطلاح همزمان با این قطره که میریخ یه زنگی رو به صدا در آورد و بعدش متوجه شد که بعد از مدتی حتی اگر اون قطره سرکه رو هم روی زبون سگ نریزه ولی زنگ رو به صدا در بیاره ترشح بزاق میکنه، بزاق ترشح میکنه. خب این داستانش پس چیه؟ شما با نه غذایی تو دهان سگ گذاشتید نه قطره از سرکه یا آبلیمو ریختید، چطور شده که با صدای یک زنگ این به حساب بزاق ترشح میکنه؟ کشف بزرگ پاولوف در اینه که مرکز ذائقه طعم این سرکه رو درک میکنه یا درش به اصطلاح چیز میشه، مرکز شنوایی صدای زنگ رو. اگر شما مدتی اینا رو تکرار بکنید مرکز شنوایی با مرکز ذائقه رابطه برقرار میکنن از طریق سلول های مغز، بنابراین شما میتونید بعدش صدای زنگ رو به صدا در بیارید بدون اینکه اون قطره سرکه رو بریزید بزاق ترشح میشه. همین و خیلی از مسائل این مثل تئوری ارزش اضافیه که خیلی ساده به نظر میرسه ولی بسیاری از اختراعات و اکتشافات بزرگ مسائل بسیار ساده است که به اصطلاح به همین سادگی به اصطلاح. و این بر پایه همین انعکاسات شرطی که شما با صدای یک تفنگ یا آهو میتونه تمام به اصطلاح عرض شود که فشار خونش تغییر میکنه، ضربان قلبش تغییر میکنه، غددش شروع میکنه به ترشح کردن و خودش آماده فرار میکنه. این انعکاس شرطی یا غرائزه که ما هم دارای این غرائز هستیم و اگر این غرائز رو نداشته باشیم نمیتونیم از خودمون. شما دقت کنید یه کسی که اینجوری میکنه ما به طور به حساب انعکاسی به حساب چشمون رو میبندیم، از خودمون به حساب چیز میکنیم، گارد میگیریم به قول معروف. ولی در حیوانات فوق العاده پیشرفته تر و دقیق تر، برای اینکه حالا میرسیم به اصطلاح به این طبقه دومه که پایدارترین و قدیمی ترین چیزی که به ما به ارث میرسه به انسان انعکاسات غیر شرطیه که دستگاه ها و جسم ماست، تمام دستگاه ها همینطور که عرض کردم که به اصطلاح در تمام پزشکی به اصطلاح هم در آناتومی و هم فیزیولوژی دستگاه هاضمه رو مطالعه میکنیم، دستگاه گوارش عرض شود که کلیه و دستگاه یعنی ادراری و دستگاه عرض شود که گردش خون و امثال هم رو، اینا همه از طریق DNA و RNA و در حقیقت انعکاسات غیر شرطی جسم ما تکوین پیدا میکنه و البته بعدش رو دو پا، به جای اینکه رو چهار پا روی دو پا راه میریم.
بخش دومش عبارت از انعکاسات شرطیه که مسلماً در انسانهای اولیه فوق‌العاده قدرتمندتر بوده، ولی چون در وقت به ساعت چیز میشه من به یه جای این رو برسونم. بر پایه انعکاسات غیر شرطی و انعکاسات شرطی که این یه تکامل صدها هزار و یا میلیون سالی احتیاج داره و یا حتی میلیاردی واقعا احتیاج داره، یک سلسله دیگه چیزهایی میاد روش میشینه که بهش میگیم علائم ثانوی یا مسئله سخن گفتنه، که باز کشفیات پاولوف در این زمینه دورانساز بوده واقعا، و اینه که چه کمکی کرده راجع به خود مسئله علائم ثانوی. و اینه که علائم ثانوی یعنی چه؟ یعنی در واقع شما برای هر جسم یا برای هر چیزی یک علامت. سنگ، خب ما سنگ که داریم میگیم که یه سنگ به خصوص نیست، سنگ یه جسمه که انواع و اقسام به حساب میلیون ها شکل سنگ هست، ولی ما یه لغت سنگ براش داریم. این جدا کردن این لغت از سنگ ملموس، این یه نوع تجریده یا ابسترکشنه. در حیوانات این وجود نداره. حالا شما میلیون ها به اصطلاح جسم وجود داره، بعد اینها رو باید به همدیگه وصل بکنی و بعد سخن گفتن به وجود. سخن گفتن چیه؟ تمام اسامی و عرض شود که فعل و فاعل و امثالام که دستور زبان من زیاد جالب نیست، ولی اینا رو که به همدیگه وصل بکنید زبان یا سخن گفتن، که این سخن گفتن در حقیقت سیستم علائم ثانوی بهش میگن که پایه شعور انسانه. بنابراین در واقع این جلسه به این ترتیب شد که من اولین پاسخی که به این عزیز گرامی که واقعا زحمت کشیده و این سوالات رو مطرح کرده، تا زمانی که ما به مسئله طبیعت بشر پی نبریم اصلا صحبت کردن از اقتصاد سیاسی به جایی نمیرسه. و به دلیل اینکه این عزیز این سوالات رو مطرح کرد، به نظر من بسیار بسیار کمک کرد به این برنامه، که آیا طبیعت انسان سلطه‌جوه؟ طبیعت انسان طمع‌ورزه؟ طبیعت انسان به قول ما میگیم خیلی عذر میخوام پدر سوخته است و به اصطلاح حق دیگران رو همینجوری به همین سادگی پامال میکنه و غیره و غیره؟ اینا برمیگرده به طبیعت انسان، که ما ابتدا از نظر علمی باید بدونیم که چه مراحل تکاملی انسان طی کرده و از کجا اصلا مالکیت خصوصی به وجود اومده که این عزیز راجع به مالکیته. مگر بشر به طور کلی میدونست مالکیت خصوصی اصلا چی هست به مدت 200,000 سال؟ یعنی تا 5,000-6,000 سال پیش اصلا میدونستم اصلا مفهوم مالکیت خصوصی چیه؟ اصلا نمیدونستم مالکیت خصوصی یعنی چه؟ عزیزان به بعضی از قبائل و یا همینطور که گفتم به نوشته های انتروپولوژیست ها و غیره و غیره، سودجویی، اصلا بشر میدونست طمع‌ورزی یعنی چه؟ سودجویی یعنی چه؟ حالا موقعی که من راجع به تاریخ پول صحبت میکنم، موقعی که پول از وسیله مبادله، در اینکه پول همینطور که عرض کردم به مدت هزاران سال یا یه میله آهنی بوده یا نمک بوده یا پوست گاومیش بوده یا پوست گاو بوده یا خود گاو بوده در جوامع مختلف، حالا اگه شد به اصطلاح راجع به تاریخ پول صحبت بکنیم، اون زمان این وسیله مبادله بوده. اون زمان اصلا مسئله سودجویی اصلا مفهومی نداشته، نمیتونسته به اصطلاح جامعه نمیطلبیده که آدم فرزند در همین قبائل آمازون، عزیزان عرض کردم به حساب فیلماشو ببینن، اصلا اونجا میتونه سودجویی، برتری طلبی و غیره و غیره اصلا مفهومی داشته باشه یا جایی داشته باشه؟ آدم طمع‌ورز باشه، طمع‌ورز برای چی باشه؟ از زمانی که پول وسیله انباشت میشه و با پول میشه همه چی رو خرید، از جمله انسانیت، شرافت، عشق و غیره و غیره، که من بارها به اصطلاح از
زبان شکسپیر به حساب نقل میشه، از زمانی که میگه که اگه تو چلاق باشی میتونی با پول 8 پا رو تخت روان ببرند یا الان توی لیموزین ببرند، میتونی زشترین و کریهترین قیافه رو داشته باشی و زیباترین زنان دنیا رو تصاحب بکن با پول، میتونی عقب افتاده ترین و احمق ترین فرد باشی و با پول دانشمندان جهان رو میتونی به اصطلاح به اجیر بکنی و به خدمت خودت بگیر. و پول خلاصه از زمانی که دیگه وسیله مبادله تنها نیست بلکه وسیله انباشت میشه و به اصطلاح سمبل مشترک تمام کالاها میشه و همه چیز کالایی میشه، حتی عشق کالا میشه، زندگی خانوادگی و ازدواج کالا میشه، همه اینها رو میشه با پول خرید، اون زمانه تازه که اصلا بشر میتونه راجع به طمع ورزی و سودجویی اصلا فکر بکنه، در مرحله معینی که در همین چند هزار سال اخیر و شاید میشود گفت حتی در دوره بردهداری و فئودالی هم نبوده، واقعا از 400-500 سال پیش یک چنین شکلی پیدا میکنه. بنابراین ساعت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون، یه دقیقه هم گذشته. عرض شد که من تا شنبه اینا رو، این بحث رو و پاسخ به سوالات این عزیز رو در هفته های آینده ما ادامه میدیم، برای اینکه واقعا این باعث شد که بریم یک کمی عمیق‌تر و به احساسیستر، و بنابراین من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم ساعت 10 صبح و این برنامه میدونیم که 9 شب تکرار میشه، تا شنبه آینده ساعت 10 که 9:30 شب به وقت ایران میشه، با عزیزان خداحافظی. شب و روز عزیزان خوش.